کم رویی. بعضی وقتا شما میگید مهمون میاد خونمون، بعد بچه‌م نمیاد جلو سلام کنه، اینو به عنوان کم رویی مطرح میکنید. بعضی از بچه‌ها هوش اجتماعیشون خیلی بالاست که نمیان جلو سلام کنن. از کجا میفهمین هوش اجتماعیش بالاست که نمیاد سلام کنه؟ اگه بچه‌تون نیومد سلام کنه ولی 10 دقیقه یه رو بعد بودو میاد میره پشت مبل قایم میشه، بعد یه دفعه مهمونه میگه وای این کی بود الان دوید اومد اینجا و اینها، برخورد میکنه، بعد بچه میخنده دوتا مبل دیگه قایم میشه و اینها، خلاصه 20 دقیقه بعد از سر و کولش بالا میره. این ربطی به کم رویی نداره، اینا کم رویی نیست، اینا هوش اجتماعیه. یعنی این بچه اینقدر زرنگه میخواد اول ببینه این مهمونه از چی خوشش میاد، از چی بدش میاد، اینو میخواد تست بزنه. بعد میدوه یه حرکت به نمایش میذاره، اگه مهمونه نشون بده که از چی خوشش میاد و اینها، بعد اون بچه دیگه بعدن نشون میده من همونم که تو خیلی از من خوشت میاد، یعنی بعدش دیگه میره که این کارو بکنه. اینا کم رویی نیست. با نوجوانتون دارین حرف میزنین، موبایلتون زنگ میزنه، چیکار میکنین؟ بعد میخواین جواب بدید؟ یعنی به نوجوانتون دارین میگین صحبتای اون آدمی که نمیدونم کیه از تو خیلی مهمتره، اصلا جواب ندید. با همسرتون دارین حرف میزنین، موبایلتون زنگ میزنه، جواب ندید. اینقدر فکر نکنین موبایل اومده زندگی ما رو نابود کنه، بابا موبایل برای این نیومده. جلوی نوجوانتون نشون بدید وقتی من دارم با همسرم حرف میزنم حرفای همسرم اینقدر مهمتره که مهم نیست کدوم آدم پای تلفن منتظره، منتظر بمونه. بعد میتونین چک کنین کی بود. بعضیا دیدین نشستین اینجا یا دستتون رو دارین اینجوری میکنین یا یکی پاشو داره تکون میده، اینا بیش فعالن. یعنی نشسته انرژی تو تنش وول میزنه، نمیتونه ساکت بشینه، بعد پاشو اینجوری بلند میکنه میذاره زمین. یعنی میبینید اینجوریه. یه عده از روانشناسا میگن این استرسه، استرس نیست، انرژی. اگر همه این کارا رو کردین دیدین هنوز خیلی سخت بزرگ کردن بچه بیش فعال، میرید داروخانه میگید کپسول گیاهی ریلکس میخوام، ریلکس بگیرید. ریلکس گیاهیه، نسخه پزشک هم نمیخواد، یعنی خودتون هم بگید کپسول رو میخوام بهتون میدن. کپسول گیاهی ریلکس، همون گل گاو زبون و خیلی از اینا رو جمع کردن ریختن توی کپسول. کپسول گیاهی ریلکس میگیرید، 40 تا دونه میگیرید، هر روز بعد از اون یه دونه شما میخورین، یه دونه میدین همسرتون بخوره، شماها ریلکس میشین، بچه‌م میدوه. بچه داره پدر و مادر بچه رو دروغگو میکنن، بچه اصلا دروغگو نیست. چجوری دروغگوش میکنن؟ دو تا عامل وجود داره برای دروغگو شدن بچه‌ها. یکیش اینه که لیوان آبو زده ریخته بچه، بعد مامانه میاد میگه وای کی این آبا رو ریخت، بچه 4 ساله میگه من. ولی اگه مامانه بیاد بگه داد بزنه کی این آبا رو ریخت، اون وقت بچه میگه بابا ریخت، من نریختم. اینه دعوا سر دوست داشتنه. اگه مامان داد بزنه کی این آبا رو ریخت، یعنی بچه تکلیفش روشنه، ای داد بیداد، اونی که این بابا رو ریخته، آبا رو ریخته چی میشه؟ برای همین میگه من نریختم. اگه میخوای کسی رو دوست نداشته باشی، بابا رو دوست نداشته باش. دعوا سر دوست داشتن. حالا اون بچه که ولو شده رو زمین داره مشق می‌نویسه، بهش میگن تنبل. چرا؟ چون اولا طول میکشه کارشو انجام بده، دوما قضا میخوره طولش میده، هر کاری داره میکنه طولش میده. مودالیتی دیگه به این میگه تنبل، چون کاراشو طول میده. اینا تنبلی نیست، ژنتیکه.